سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تحلیل و تفسیر غزل سی و یکم از دیوان حافظ همونطور که عرض کردم رسیدیم به غزل سی و از دیوان و حافظ اگر تحلیل و تفسیر سی غزل ابتدایی از دیوان و حافظ رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم حتما تماشا بفرمایید خالی از لطف نیست بهتر متوجه میشید چگونه باید از دریچه رندی به جهان هستی نگاه کرد یعنی همون دریچه ای که حافظ ازش به جهان نگاه میکرد اما غزل سی این غزل کمی پیچیدگی داره و اعتمالا صحبت من امشب به درازا میکشه قرار سرتون رو درد بیارم اما چاره ای نیست از این جهت که مضمون شب قدر به کار گرفته شده در این غزل اما نه اون شب قدری که همه شما میشناسید شالوده این غزل آری هست از مفاهیم عارفانه و مکتبی و مذهبی در رابطه با شب قدر اصلا ماجرا چیز دیگر است که حالا جلوتر قطعا براتون توضیح میدم باید این موضوع رو بهش واقف باشید که احتمال غریب به یقین میدم مخاطب این غزل شاه شجاع هست تخمین میزنم اگر تاریخ سرودن غزل توسط حافظ رو هم در کتب بررسی بفرمایید احتمالا به این نتیجه خواهید رسید اما اگر مطمئن هم نباشیم که غزل برای شاه شجا سروده شده و در اون مایه سیاسی داره قطع به یقین مخاطب این غزل شخصی زمینی حالا یا میتونه معشوقی باشه یا میتونه در رابطه با شاه شجا سروده شده باشه اما عرض کردم که اصلا ماهیت شب قدر در این غزل شب قدری که شما میشناسید نیست اگر دقت کرده باشید حافظ مطابق سیاق و سلیقه همیشگی خودش یک سمبل از اعتقادات مذهبی رو میگیره یک نماد از باور قدیمیان رو میگیره و ازش یک مضمونی رو خلق میکنه اینجا اون اعتقاد مذهبی شب قدر هست و اون باور قدیمین تأثیر سعد و نحس ستارگان در سرنوشت آدمیان هست اینجا هم اینها رو دستمایه خودش قرار داده برای اینکه بیان کنه حالات درونی و احساسات درونی خودش رو در یک فضای حافظانه و رندانه همیشگی فضایی که پر از تنز و تعنه و کنایه و ایهام هست و سوالاتی چالش برانگیز رو درش مطرح میکنه معمولا حافظ در این روش مضمون پردازیش حساسیتی به راست بودن یا دروغ بودن این نمادها و سمبولها و باورهای قدما نداشت تنها چیزی که برای اون مهم بود اینه که اون مضمون را گونه که خودش میخواد ساخته و پرداخته بکنه و خب این مثالها رو که عوام براشون آشناست دستمایه قرار میداد برای رسوندن منظورش به ما و شما بنابراین هر زمان که در غزلی از حافظ از باورها و نمادهایی به عنوان مثال مسیحیان یا زرتشتیان یا اسلام چه تسنن چه تشیع صحبت میشه در درجه اول قصد او قصد حافظ مزمون سازی و فضاسازی برای بیان چیزی است که در احوالات خودش میگذره و اینها رو دستمایه قرار میده چون مردم باهاش در تماس هستن برای فهم بهتر مردم اینگونه میتونه بیان کنه احساسات خودش رو از جهانی که داره درش تنفس میکنه و اساسا نباید شما ببینید اگه جایی اسم مسیح آورد او رو به مسیحیت رفت بدید یا اگر جایی از زرتشت صحبت کرده و از آین زرتشتیان صحبت کرده از دیر مغان صحبت کرده او رو به زرتشت نسبت بدید این سطحی نگریست این غزل هم از همون قسم غزل هاست غزلی که در رابطه با شب قدر صحبت میکنه اما این یک تمثیل و مثال بیش نیست او علا ظاهر حالا یک شب خوب و دل داشته و از این رو که مهمترین شب برای مسلمانان شب قدر هست این شب دل بخواه خودش رو که شب خوجسته ای هم بوده براش اتفاقات جذابی هم ممکنه توش افتاده باشه رو شب قدر نامیده این شبی هم که شاعر ازش یاد کرده فقط برای شاعر یعنی برای حافظ شب قدره نه برای بقیه نمونه این در حقیقت مضمون رو جاهای دیگه هم در دیوان به کار بوده یه معروفی داره حافظ که فکر کنم چند غزل دیگه هم بهش برسیم میگه حال دل با تو گفتنم هوس است خبر دل شنفتنم هوس است که اصلا یک غزل شدیدن رندانه از حافظ هست که حالا در پاسخ به غزل شخصی هم سروده شده بود ولی در این قزل حافظ بدون کوچکترین پرده و حجب و حیایی وصف میکنه شب زفافش با معشوقه ای رو و اینکه اصلا میگه آرزو هم میکنه که از این شب آمیزش و از این هم بستر شدن با یک مشوق سر صبح سربلند بیرون بیاد حالا میرسیم الان چند بیتش رو براتون میخونم به زیبایی رو بیان کرده و اونجا همین شب رو شب قدر نامیده بنابراین مشخصه من این مثال ها رو براتون میارم که بهتر درک بکنید مد نظر حافظ چیست اگر میگه شب قدر منظورش همون شب قدر نیست میگه شب قدری چون این عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم حوس است و که دردانه ای چون نازک در شب تار سفتنم حوس سفتن یعنی سوراخ کردن میگه در حالی که مؤمنین دارن در شب قدر شب زنده داری میکنن و نمیخوابن حافظ اینجا به وضوح گفته شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم حوس است دلش میخواد با معشوقه خودش تا دل روز در یک بستر بخوابه و در بیت های بعدی ارز کردم آرزو میکنه که اصلا از این کار هم سربلند و سرفراز بیرون بیاد ای سبا امشبم مدد فرمای که سهرگه شکفتن هم حبس است همونطور که میبینید شبی که به کام دل حافظ بگذره و به صبح برسه قطعا برای حافظ شب قدره و اصلا خوف و ترسی هم نداره که با بیان این مطالب متعصبان بشورن علیهش و در حقیقت جبهه بگیرن علیهش که چرا سمبولهای مقدس باورهای اونها رو دستمایه مضمون های و کنایه آمیز میکنه به این شکل در این غزل میبینید حالا حافظ با یک لحن استهزا آمیز خطاب به زاهدان میگه اون شب قدری که شما دنبالش میگردید تشریف بیارید بنده میدونم همین امشبه و خب مسلما داره این کلام رو از روی تنه و استهزا میگرد کردم چون شب قدر اگر بدونید اصلا فلسفهش اینه که معلوم نیست یعنی دقیقا کسی نمیدونه که شب قدری که در حقیقت در مکاتب و مذاهب راجع به صحبت شده دقیقا کی هست بنابراین میگه اگه میخواد اطمینان پیدا کنید حالا به من که داره خوش میگذره اگه شما دارید درگیرید که اطمینان پیدا کنید شب قدر کدوم شبه تشریف بیارید بنده به شما بگم شب قدر همین امشبه شما طریق و مسیر عشق رو اگر انتخاب بکنید هم این شب رو در میابید و هم از دریافتن این شب عملا دور میابید بریم سراغ خانش غزل و بعد تحلیلش حافظ در غزل و یکم از دیوان میگه آن شب قدری که گویان دهل خلوت امشب است یا ربین تأثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه در ذکر یارب یارب است کشته چاه زنخدان تو ام که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر توق قبقب است شه سوار من که مه آین دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است عکس خی بر آرزش بین کافتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است آن ساعت که بر پشت سبا بندند زین با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است آنکه ناوک بر دل من زیر چشمی میزند قوت جان حافظش در خنده زیر لب است آب حیوانش زمنقار بلاغت میچکد زاغ کل که من بنامیزد چه عالی مشرب است بریم برگردیم تحلیلش میکنیم خب بریم بپردازیم به, به تحلیل و تفسیر این ابیات که شب درازی در پیش داریم در بیت یک حافظ میگه آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا ربین تاثیر دولت در کدامین کوکب است بذارید راجع شب قدر کمی با هم صحبت بکنیم به باور مسلمانان قرآن در شب قدر نازل شده و به همین جهت قدر و منزلتش زیاده و عظمت این شب بسیاره و اعمال در این شب هزار برابر بر میشه دقیقا هم روشن نیست که شب قدر دقیقا کدوم یکی از شبهای سال اما محتملا در دهه سوم ماه رمضان هست و این شب در نظر مسلمانان عرض کردم به واسطه اینکه قدر و منزلت و ارج و قرب متفاوتی داره نامش هست شب قدر که این اساسا خود کلمه قدر به معنای اندازه است و ظاهرا منظور قرآن هم در نامگذاری این شب به نام شب قدر تعیین و مشخص کردن جزئیات در حقیقت امور مربوط به تمامی مخلوقات است حالا من با دیدگاه ها خیلی کاری ندارم من فقط دارم بیان میکنم که به باور مسلمانان شب قدر چی هست یعنی به بیان دیگه ای بخوایم بگیم معتقد هستند که در این شب تمامی حوادث و اتفاقاتی مثل مرگ و زندگی و سعادت و شقاوت و رزق و روزی و حوادث طبیعی و جاری شدن سیل و همه این مسائل در این شب مشخص میشه این که خب پس تقدیر چیه اختیار چیه و اینا رو راجبش جای دیگه صحبت میکنیم منظور از اهل خلوت هم در این بیت که میدان شب شب قدری که گویند اهل خلوت امشب این اهل خلوت زاهدان خلوت نشین هستند و عاشقان و هم فکر حافظ یعنی هم مسلکان حافظ نیست اهل خلوت ها کسانی هستند که گوشگیر هستند زهد و ریا پیشه میکنه زاهدان همونایی که همیشه مغزوب حافظ هستند در غزلیات او دولت هم که اینجا به معنای خوشبختی هست که احتمالا در اون شب برای حافظ رقم خورده کوکب هم که در معنای ستاره به کار رفته در قدیم معتقد بودن که خوشبختی و بدبختی مردم از تاثیر و تاثرات ستاره هاست و این یک باور قدیمیه به نظر میرسه خوشبختی که اون شب به حافظ روی کرده موقتی نبوده اتبالا شامل روزهای آتی و آیندهش هم می شده. از همین جهت هم حافظ اون شب رو شب قدر نامیده چون گفته شده که در شب قدر سرنوشت آدمیان کلا رقم میخوره هر سال حالا بریم بپردازیم به, به معنی بیت داره به زاهدان خلوت نشین میگه میگه اون زاهد خلوت نشینی که دنبال شب قدر میگردی و نمیدونی دقیقا کدوم شبه من پیدا کردم امشبه در مصرع دوم رو میکنه به خدا میگه این بخت نیک و این دولتی که امشب نصیب من شده خدای تاثیر کدوم ستاره بوده همونطور که ارز کردم به باور قدما همین گونه بود دیگه تاثیر و تأثیرات داشت گردش افلاک بر زندگی آدمی زاد حافظ میخواد بدونه این کدوم ستاره است که باعث شده من بخت خوشی رو امشب داشته باشم و باید مدیون کدوم ستاره باشم از معنای این مصرع دوم کاملا مشخصه این شب قدری که حافظ داره صحبت میکنه دقیقا همون اتفاق خوشی است که فقط برای حافظ افتاده نه اون شب قدری که مذهبیون و زاهدان معتقد هستند که قرآن نازل شده چون این دلیل اول من هست برای اینکه نمیتونید از این غزل تعابیر اونگونه بکنید تعابیر عارفانه و در حقیقت مکتبی مذهبی داشته باشید چون نزول قرآن که نمیتونه از تاثیر و تأثیرات ستاره ها و سیارات بوده باشه وقتی کسی خوشی و کامیابی فردی خودش رو شب قدر نامیده و در شبی که زاهدان شب زنده داری میکنن اون مشغول هوس سفتن معشوق خودشه و تا روز خوابیدن در آغوش یار در حقیقت اون داره با این کارش زاهدان رو میگیره به باد تعنه و استهزا از این مزامین در غزلیات حافظ بسیاره یعنی من بخوام مثال بیارم برای شما پست بسیار به درازا میکشه به یکی دو تاش اکتفا میکنم که به شما بفهم آقا من دارم چی میگم مثلا حرف من اون چیزی که شما میخواید برداشت بکنید نیست جای دیگری بلعکس همین موضوع دقیقا در همون شب قدر یعنی شبی که زاهدان هم مثلا شب قدر میدوننش شروع میکنه و اقدام میکنه به شرابخوری و پیشاپیش از قبل هم از زاهدان میخواد که خورده بهش نگیرن ایراد بهش نگیرن و عذرش رو بپذیرن چرا در توجیه این عملش میگه که من حالا یار و معشوقم اتفاقی است خیلی سرمست وارد خونه شد از طرف یه جامعه شرابی هم بود. آخشه داشت چشمک میزد دیگه من نتونستم مقاومت بکنم با اینکه شب قدر بوده من شروع کردم به عیش و اشرت میگه در شب قدر صبوهی سبوهی کردم عیبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تاق بود غرض از بیان این مسائل اینه که اون دوستانی که به هر دلیلی میخوان خلط بکنن و پیوند بزنن دیدگاه و حافظ و مفاهیم نهفته در غزلیات حافظ رو با عرفان من نمیدونم خواسته یا ناخواسته صحبا یا عمدن هم دارن جفا میکنن به عرفان و مذهب و هم لطف شعر و حافظ رو از بین میبرن توان حافظ و این نبوغ حافظ رو لگدمال میکنن با این در حقیقت تشریح های سطحی چون حافظ اساسا رند و آزاداندیش بود و اصلا به هیچ چیزی به اندازه مهرورزی و عشق فکر نمیکرد هیچ چیزی برای حافظ به اندازه عشق تقدس نداشت و اصلا اساسا سیوی قزل رو امروز با هم خوندیم شما حافظ رو یک اسیانگر میبینید یعنی تمام چارچوب ها رو به هم میزنه تمام اعتقادات رو تخریب میکنه که یک طرحی نو در بیاندازه یک دریچه جدیدی برای نگاه کردن به جهان برای ما باز بکنه اون عشق و عشق رو دین و مذهب و مکتب خودش معرفی میکرد حالا یه لحظه به بیان جدی جایی به بیان تنز اینها رو بیان میکرد که آقا زاهدان معذور داریدم دست از سر من بردارید ول کنید من ولی دریغ و صد افسوس که نه اون زمان دست از سرش برمیداشتم بنده خدا رو نه امروز همین غزلیاتی که براتون خوندم با تو تا روز خفتنم حوس است برای سفتن دور در نصف شب با عزیز دوردانش به زور میخوان بگن که این هم معنی عارفانه داره و منظورش اینه که چون شب زنده داری کرده از اون ور تا دم ظهر خوابیده که خب اصلا چی بگم جای میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از پس امروز بود فردایی در دوم حافظ میگه تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه در ذکر یارب یارب است بسیار مهم این دلیل دوم هم هست برای اینکه شما باید منطقی به این غزل نگاه کنید ناسزایان میشه نامهرمان نالایق ها پست فدرت ها حلقه هم در اینجا منظورش محفل و مجلس و گرده هم و دور همیست است به سبب همخانی با گیسو از کلمه حلقه استفاده کرده این ذکر یارب هم مسئله مهمی است زاهد در شبهای قدر گرد هم میشینن و خب برای پاک شدنشون از گناهان ذکر یارب یارب میگن دیگه حافظ نکته سنجی کرده و خب بیت اول غزل رو این شکلی در این فضا شروع کرده غزل رو این شکلی پخته و پرورنده و با همون حال و هوا پیشش میبره و انقدر دانش داشته نسبت به این دیدگاه های مختلف که مضمونش رو دقیق و با جذابیت به دست ما برسونه خطاب به معشوقش یا همون کسی که داره مدهش میکنه که من تخمین میزنم شاه شجاع هست این رو داره میگه چون اگر منظور عاشق این دلیل دوم و قطعی من هست بابت این موضوع که دلم میخواد مستند راجبش با هم صحبت بکنیم اگر منظور شاعر معشوق ازلی بود و خداوند بود یعنی رو به خدا داشت این بیت رو میگفت تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی در حلقه در ذکر یارب یارب است هر دلی از حلقه خب اگه منظورش معشوق ازلی بود آیا لزومی داشت که بندگان مخلص و عاشق خدا دست به دعا بردارن آرزومند این باشن که این پست فدرتان و فرومایگان به معشوق یعنی خدا نزدیک نشن خب دقیقا باید برعکس این باشه که آدم هایی که مقرب درگاه الهی هستن باید بشینن دست بگیرن هوا دعا بکنن که این نااهل ها هم به سرات مستقیم و راه راست ادایت بشن دیگه اصلا این دلیل اینجا کاملا مشخصه ممدوه کسی که داره مدهش میکنه حافظ یا معشوق او قطعا زمینی خواهد بود و آسمانی نیست این غزل رو نمیتونید عارفانه تفسیر بکنید معنی بیت هم همینه میگه برای اون که دست این ناشایست ها و پست قدرت ها و نامهرمان حالا اگر سیاسی بخواید ببینیدش مخاطبش رو شاه شجا این سخنچینان این کینه ورزان به گیسوان تو نرسن گیسوان رو هم میتونید بارگاه و دولت سرایش شاه شجاع در نظر بگیرید منظورش اینه که برای اینکه اینا توطعه نکنن علیه تو حالا بس میکنین راجبش که چرا این رو میگه عاشقانت و این طرفداران و خواهانت در هر مجلس و محفلی دست به دعا برداشتن دارن یارب یارب میکنن که خدا تو رو محافظت بکنه چون اینا ناجنس و نامحرم هن. نباید در کنار تو باشن میخوان تو رو پایین بکشن بارها صحبت کردیم که شاه شجاع تو این سی غزل فیلم کن دو سه بار صحبت کردم به واسطه تردد حافظ به دربارش و اینکه خب خودش هم اهل عیش و عشرت بود با بازموندن میخونه ها موافق بود و خب فقیهان و زاهدان اون موقع فشار سنگینی بهش می خیلی در معرض این قرار گرفت که از تخت پایین بکشنش و به واسطه همین پس از مدتی به واسطه این فشارها مجبور شد حافظ رو تبعید بکنه به یزد اینجا حافظ داره به وضوح میگه میگه برای اینکه دست ناززایان به تو نرسه همه هواخواهان دارن یارب یارب میکنن که اینها دستشون به تو نرسه تو رو پایین بکشن اگر دیدگاه سیاسی داشته باشید نسبت به این غزل جای دیگه هم میگه ساغر ما که حریفان دگر می نوشند ما تحمل نکنیم هر تو روا میداری در بیت سوم میگه کشته چاه زنختان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب قب است کشته این جان شیدا واله مست مشتاق وابسته زنختان هم این چانه هست و خب چاه زنختان رو دیگه بسیار تا امروز بهش برخوردید دیگه در ادبیات کلاسیک ما تقریبا شعر عاشقانه سروده نمیشه مگر از چاه زنختان هم درش صحبتی شده بشه تعبیر این گودی چانه هست که عاشقان زیادی رو مجذوب جاذبه این میکنه و همه درش اسیر میشن به چاه میفتن جایی غزل دیگه ای رو با هم تفسیر کردیم مبین به سیب زنختان که چاه در راه است کجا روی همین دل بدین شتاب کجا؟ این غزل رو با هم تفسیر کردیم، دیگه تفسیرش رو هم تقدیم حضورتون میکنم طوق هم به تنهایی معنی گردنبند میده این گردنبند زینتی هم آقایون میندازن، هم خانم ها میندازن اما در اینجا منظور شاعر گردنبند نیست طوق قب این گوشت زیر چانه هست چون منحنیه اون هم توقع قب قبقب بیانش کرده به نظر میرسه که شخصیت و مخاطب حافظ یا یک آدم متمولیه یا یک آدم گردن کلفت و با حیبت و داره قبقب قب زیادی است دیگه کسی که خیلی حیبت داره باد در قبقب میدازه این یکی از دلایلی که من تخمین میزنم با توجه به تاریخ سروده شدن این غزل غزل برای شاه شجا سروده شده باشه این, خطوط این طوق غبغب و این گوشت زیر گردنش رو شکل گردن بند دیده خب کمی اگزاجریت کرده کمی بزرگ نمایی کرده این طوق کسی رو هم بر گردن داشتن کنایه از فرمان است. معنی کلی بیت اینه که من مشتاق و شیدای این جاذبه فرورفتگی رفتگی زنختان و این گودی چانه تو هستم که از هر سمتی که میبینم هزاران هزار عاشق در زیر طوق قبغب تو به بند کشیده شدن البته این بند کشیده شدن و اسارت کنایه از میل و اشتیاق هست نه زور و اجبار جای دیگه میگه ببین که چاه زنختان تو چه میگوید هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست در بیت چهارم میگه شه سوار من که مه آینه دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است شه سوار اینجا یعنی سوارکار شجاع و با حیبت باز اینجا به شما نشون میده وقتی از واژه شه سوار استفاده میکنه به ذهن شما متبادر میکنه این موضوع رو که ممکنه مخاطب حافظ یک پادشاه بوده باشه که از شه سوار استفاده کرده چون این کلمه اساسا خودش این واژه یک روح حماسی هم پشت پرده خودش داره این که میگه مه آینه دار روی اوست ماه خودش نماد و مظهر زیبایی دیگه میگه این ماه مثل یک خدمتکار وایساده و آینه گرفته رو به روی روی تو که زیبایی روی تو رو منعکس بکنه این آینه دار بودن در قدیم هم یک شغل دون ای به حساب میومد یک شغل سطح پایین بود در آرایشگاه هم اگه دقت کرده باشین کسی هست که آینه گردانی میکنه آینه دار هست که هنر آرایشگر رو به شما نشون بده امروز اساسا خود آرایشگر ممکن این کار بکنه اما در گذشته این گونه نبود اصلا شغلی داشتیم به نام آینه داری بنابر این داره میگه ما علاوه بر اون که عکس یار رو میتابونه در خدمتش هم هست اینجا و بهش خدمت گذاری میکنه این تاج خورشیدش هم خاک نعل مرکب است داره میگه این تاج خورشید خورشید به این درخشانی خاک نعل اسب این معشوق منه و این ممدوه منه از روی غرور و کبر بر فراز آسمان ها اسب رانی میکنه، اسب دوانی میکنه، پا در رکاب اسبش میکنه. بنابراین روی زمین نیست، انقدر این مقام بالایی داره که وقتی اسب دوانی میکنه تاج خورشید میشه خاک نل اسبش. اینگونه بزرگ نمایی میکنه اغراق کرده کرد. همینه همین میگه محبوب من یک سوارکار یک کتاب بیماننده والا مقام هم هست بلند پرواز هم هست که تاج خورشید با اون آشیان بلندش در زیر پای اصل اوست در آسمان ها میتازه و خب ماه هم در برابر رخسارش میسته و آینه میگیره که او زیباییش رو ببینه جای دیگه میگه جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه میگردانند در بیت پنجم میگه عکس خی بر آرزش بین کافتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است گرم رو دیدم که خونده شده در بعضی از نسخ گرم رو هم همینطور گرم رو دقیق تره چون با معنی مصرع دوم همخانه بیشتری داره خی که میشه دانه عرق خی هم میتونید بخونیدش غلط نیست اما خی صحیح تر هست آرز هم به معنای رخسار هست آفتاب گرم رو همین است که منظورش اینه که رخسارش گرم و داغ هست در تب و تابه. حافظ میگه جلوه و درخشندگی این قطرات عرق رو, رو روی صورت معشوق رو من نگاه کن عکس خی بر آرزش بین ببین چقدر وسوس انگیز و چقدر جذاب و گیراست این تعبیر رو بسیار به کار برده حافظ او معتقد معشوق عرق کرده دقیقا شکل گلی است که مزین شده به قطرات شبنم همونقدر تر و تازه همونقدر پرتب و تاب میگه نگاه کن ببین چقدر بهش میاد وقتی عرق میکنه و در ادامه میگه آفتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است میگه خورشید وقتی این جلوه گری رو میبینه این تب و تاب معشوق من رو میبینه خودش هم به تب و تاب میفته میخواد مثل اون باشه و به همین واسطه است که هر روز ملتهبه و خودش رو به در و دیوار میزنه شروع به تابش و گرم روی میکنه بلکه عرق بکنه و مثل معشوق من زیبا بشه آفتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب اصلا آفتاب برای این گرمه دلش میخواد عرق بکنه که به زیبایی معشوق من در بیاد در یک غزل دیگری هم که محسن نامجو مصره دومش رو خونده بسیار زیبا هم خونده و غزلی بسیار پر حرف حرف بسیار دارن برای زدن در تفسیر اون غزل امیدوارم زودتر بهش برسیم به این مضمون مجددا اشاره کرده دامن کشان شد در شرب زر کشیده صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده. از تاب آتش می بر گرد آرزش خی چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده. زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد. ای نور هر دو دیده. در بیت ششم میگه من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام میزاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است اشاره کردم این لعل یار همون کنایه از لب سرخ و لب لرگون است داره در این بیت به زاهدان میگه من اگه شما پی رستگاری هستید تو من طریق رستگاری رو پیدا کردم و طریق رستگاری من عشق و عشق بازی است تون راحت باش من به هیچ عنوان لب لعل یار و جام بادر رو ترک نمی کنم من اینگونه به عشق می رسم من با باد نوشی به عشق می رسم دل خودم رو وقتی می نوشم از حسد و کینه دور می کنم از درویی هم پاک می کنم خورده نگیرید دین و مذهب من اینه من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است مذهب من اینه مسیر من اینه حافظ با هر واژه و ترکیب و عبارتی در بسیاری از غزلیات خودش این دین و کیش و مذهب خودش رو عشق ورزی معرفی کرده عجیبه برای من چرا بعضی نمیخوان بپذیرن که حافظ به هیچ دین و مذهبی تعلق نداره هر کسی با هر نگرش و مسلکی که داره سعی میکنه خودش رو نسبت بده به حافظ حق هم دارن و حافظ دیدگاهی داره که تونسته بمونه پس از چند صده و پشتوانه عظیمی داره و خب همیشه دیدگاه او در رقابت با این عقیده ها و باورهاست و روز به روز هم محکمتر میشه اما این تلاش ها آب در آون کوبیدنه توفیق به دست نمیارن چون حافظ بیقرارتر از اونه که عرض کردم در مکتب و مسلک و چارچوب خاصی به گنجه و آرام بگیره اندیشه او اصلا فرامذهبی است فراقومی است جهان شموله عشق عشق ورزی و مهر ورزی بر مدار انسانیت آینه حافظ هست و این جداپذیر نیست از غزلیاتش جای دیگه میگه روزگاری است که سودای بوتان دین من است غم این کار نشاط دل غمگین من است دیدن روی تو را دیده جانبین باید وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است در بیت هفتم میگن در آن ساعت که بر پشت سبا بندند زین با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است مرکب هر چیزی که روش سوارشین. پشت سبا زین بستن هم در نگاه حافظ که خب باد سبا رو میدونید یک پیک و پیغامبر هست همیشه بین عاشق و منشو و اینجا براش مثل یک مرکب و اسبی به نظر میاد که خدمتکاران حضرت سلیمان دارن پشت زین میبندن حالا ماجرای حضرت سلیمان چیه در غزلیات گذشته ای که از حافظ براتون تفسیر کردن راجع به این موضوع به وفور صحبت کردم اما من خیلی خلاصه میگم معروف حضرت سلیمان مسلط بود به بادها یعنی هر جا میخواست بره سوار باد میشد به طرفت العینی به چشم هم زدن یعنی از شرق عالم میرسید غرب عالم و خب حافظ این نکته رو گرفته و یک تضاد جالب ایجاد کرده یک مضمون خیال رو داره تحویل شما میده با این تفاوت که حافظ نقش حضرت سلیمان رو میده به ممدوح خودش یا معشوق خودش یا محبوب خودش در این غزل و اینکه میگه با سلیمان چون برانم میگه من چجوری در سوار کاری باید با سلیمان مقابله کنم اون سوار باد میشه من سوار مور و مورچه باید بشم و خب این یکی از دلایلی است که معتقد هستم ممدوح و شخصیت مورد نظر و ماهیتی که حافظ داره اینجا باش صحبت میکنه شاه شجاع هست که داره قدرت و حشمت و شوکت هست چون شو این تضاد رو به خوبی نشون میده میگه او سوار باده و من باید سوار مور باشم و در معنی میگه من ضعیف ناتوان چجوری میتونم با کسی نشست و برخواست بکنم که قدرت و شوکت سلیمانی داره در حقیقت اون باد سوار میشه و من بر مور سوار میشم اما یک نکته بسیار مقفول در این بیت پنهان شده که خیلی بهش دقت نشده درسته که مور اینجا نماد کوچکی و ضعف و کندرویه اما حافظ صرفا به این دلیل و این تضاد از کلمه مور و موچه استفاده نکرده خیلی رندانه و هوشمندانه و زیرکانه از کلمه مورچه استفاده کرده که داستان مور و حضرت سلیمان هم یک چرخی در ذهن شما بخوره داستانی که در اون حضرت سلیمان با اون جلال و شکوه نشسته بود پای پند یک مورچه یعنی مورچه به او پند میداد داره در پس پرده به ممدوهش که من تخمین میزنم شاه شجاع هست میفهمونه این موضوع میگه درسته شما جلال و شوکت چیز دیگری است شما سوار بر باد میشی تحرک میکنی اصلا منم سوار مورچه میشم میرم ولی یادت نره ها همون حضرت سلیمان هم مینشست پای پند موچه و این باعث توجه بیشتر اون ممدوح یا شاه شجا به حافظ میشه و چقدر رندانه و زیرکانه این رو مطرح کرده جای دیگه میگه پای ما لنگ است و منزل بس دراز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل حافظ از سرپنجه عشق نگار همچو مور افتاده شد در پای پیل در بیت هشتم میگه که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند قوت جان حافظش در خنده زیر لب است ناوک که همین تیر مجگان هست این پیکان قمزه معشوق هست قوت هم که به معنای قضا هست این حافظش منظور حافظ که خب مسلما خود حافظه اما به معنای نگهبان هم میتونید در حقیقت برداشت ازش داشته باشید ایهام داره یعنی حافظ خودش رو سرباز و فدایی و نگهبان معشوق هم میدونه معشوقی که یه سر و سر و زیرچشمی پنهانی یک ارتباطی با حافظ داره با نگهبانش و داره میگه اون کسی که بر قلب من تیر و پیکان غمزه رو زیرچشمی میزنه دور از چشم دیگران همون کسی است که خنده های زیر لب و های پنهانیش غذای روح و جسم و جان من حافظه هم من حافظ با تخلص حافظ هم من حافظ که حافظ جان او هستم و فدایش هستم مضمون و تزاد زیبایی رو خلق کرده معشوق اول به تیر غمزه قلب عاشق رو از کار میندازه بعد با خنده زیر لب یک جان دوباره میبخشه به عاشق یعنی عاشق در هر لحظه میمیره و زنده میشه و جالبم هم هست که حافظ همیشه برای زنده شدن از لب یار مایه میذاره نه از دیگرش همیشه دهن و لب یار براش جان پرور و روح بخش هست در غزل دیگه میگه از ربان بخشی ایسا نزنم دم هرگز زان که در روح فضایی چو لبت ماهر نیست اون که جون میبخشید عیسی در روح فضایی مثل لب تو عمل نمیکنه روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست و میرسیم به بیت نهم بیت انتهایی این غزل که شاه بیتشم هست به عقیده من و من خودم حیرت زده این بیت رو میخونم یعنی حیران میشم از نبوغ حافظ مغز آدم منهدم میشه حقیقتا چندین مضمون رو در یک بیت شعر در چند کلمه به ما رسونده آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد زاغ کل که من به چه عالی مشرب است از طبع روان خودش داره تعریف میکنه ولی در چه غالبی آب حیوان همون آب حیات هست همون فیض عزلی که خزر بهش رسید خزر رسید از این چشمه آبی نوشید و جاودانه شد و اسکندر با اون همه زر و زور هم بهش نرسید در رابطه با این هم غزلی داره میگه فضل عزل به زور و زرر آمدی به دست آب خضر نصیبه ی اسکندر آمدی ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من که از در مدام با قدق و ساغر آمدی کلک به معنای قلم هست و به هم که من مفصل راجبش یه بار صحبت کردم مخفف به نام ایزد هست همون معنی ماشالله و مرحبا که برای دوری از چشم زخم به عربی گفته میشه پارسیش به زد هست مشرب هم که میشه روش و مسلک و طریق در مورد خزر و اسکندر و این آب حیات بذارید یه توضیح اندکی خدمتون بدم خزر و اسکندر هر دوشون دنبال این چشمه آب حیات بودن که ازش بنوشن و جاودان بشن آن داستان های بسیاری هم نقد شده که بر اساسشون خزر آخر سر به این آب حیات میرسه که اتفاقا در ظلمت و سیاهی فرو رفته بود میره و پیداش میکنه دسترسی پیدا میکنه مینوشه و به جاودانگی میرسه جوان مردی میکنه حالا یک مشکی هم از این آب میبره برای اسکندر که حالا ظاهرا اسکندر خسته بوده خوابش میبوده میخواسته بذار فردا بخوره چی بوده قسمتش نبوده مشک آب آویزون میکنه به یه درخت که حالا بخوابه بعد بیدار شدن بلند و بنوشه یک زاغی میاد این مشک رو با منقارش سوراخ میکنه و ازش آب مینوشه و باقی مونده این آب هم میریزه پای یک درخت سرو و اسکندر که بیدار میشه میبینه این مشک آب تموم شده جاتر بچه نیست و بنابراین محروم میشه از نوشیدنش و ناکام میمونه و خب ته همین تصورات و این داستان ها میگن علت همیشه سبز بودن سر و طول عمر زیاد کلاق و زاغم به برکت نوشیدن همون آب بوده که حالا دیگه چی بگم حافظ این داستان رو در ذهن داره شما ببینید چی داره خلق میکنه حافظ میدونه خودش از این قلمش مرکب جاودانگی داره چکه میکنه حافظ میدونه که کلامش قرار هزاران سال بمونه حافظ از این داستان کمک میگیره به مدد نبوغ خودش قلم خودش رو به یک زاغ و یک کلاغ تشبیه میکنه که به لطف خداوند به طرف این مشک آب حیات و جاودانگی هدایت شده و از این طریق و از این مشرب و از این راه و روش فیض برده بنابراین حافظ خودش رو جاودانه میدونه از نوک این قلم که منقار زاغ بوده مایه جاودانگی داره میچه که این مرکبی که از قلم حافظ موقع سرودن این غزلیات بیرون میاد همون آب حیات و آب جاودانگی است کلمات و عباراتی رو اینجا به همین شیوایی و بلاغت از دل سیاهی همین مرکب پدیدار میکنه دیگه مگه قلم و این مرکبی که باهاش قلم رو درش میزنه و غزل رو مینویسه سیاه نیست مگه خزر در سیاهی به چشمه آب حیات دسترسی پیدا نکرده ببینید شما چی رو داره بیان میکنه اینجا و اینجا حافظ یک کنایه به خزر هم میزنه جلوی خزر هم ارزندان میکنه و میگه این شیوه نگارش و بلاغت کلام من از اون آب حیاتی که تو خوردی گواراتر و زنده چرا این رو میگه؟ میگه من که از آب حیات ننوشیدم. توی خز در داستانها فرزن نوشیدی. اما من از تو زنده ترم. من هنوز هم در قالب یک دیوان کوچیک روی تاقچه خونه ها نشستم. با آشقانم با دوستارانم درد و دل میکنم. صحبت میکنم. میگریونمشون. میخندونمشون. و بر عرصه های سیاست و اجتماع و فرهنگ هر دوره در هر صده هم تاثیر گذار هستم ولی از توی خزر یک نام و یک داستان خشک بیشتر نمونده من حافظ حقیقتا زندم جای دیگه میگه آب حیوان نگرین است که دارد لب دوست روشن است این که خزر بهره سرابی دارد اون آبی که خزر خورده آب حیات نبوده اینجوری هم نیست که میگه امیدوارم که لذت برده باشید از تفسیر و تحلیل این غزل هم اگر علاقه من بودید غزل سی و و تحلیلش رو هم از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید زنگوله کنارش رو بزنید شبکه های اجتماعیمون رو حتما دنبال بفرمایید و اگر قصد همیاری با مجموعه پرشن پرش دارید اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید همیاریتون رو به ما برسونید بسیار به ما کمک میکنه در پست بعدی هم ببینمتون به سلامت